سلام به یه برنامه دیگه ی اسکاری ها از سینما کلوت خوش اومدین. توی این برنامه قراره درباره بهترین بازیگرای مرد سال 2022 حرف بزنیم، اونایی که تو لیست نامزدهای اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی و فرعی بودن. Please forgive me. امیدوارم تا انتهای برنامه با من و بهترین بازیگره مرد سال 2022 همراه بمونین. ضمن اینکه اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردین همین الان وقتشه. با دادن کامنت میتونین کمک کنین که این برنامه بهتر شه و اگر هم لایک کنین که چه بهتر. My mother used to say you reap what you sow. I should listen to my mom. جایزه بهترین بازیگر مرد اسکار مثل جایزه بهترین فوتبالیست مرد سال همیشه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و همه نگاه ها بهشه. اما اهدای جایزه بهترین بازیگر مرد اسکار 2022 با حاشیه های زیادی همراه بود. قبل از اینکه وارد اون حاشیه ها شیم بریم نگاهی بندازیم به اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد. بریم انتهای لیست. اگر فیلم قدرت سگ رو دیده باشین حتما توجه شما هم به بازی اون پسر جوان جلب شده، پسری که رفتاراش کمی حالت زنونه داشت و به خاطر همین هم فیل خیلی سر به سرش میذاشت و سعی میکرد با آزار دادنش پای روز رو از زندگی برادرش ببره. کودی اسمیت مکفی، بازیگری که در زمان تولید فیلم 24 سال سن داشت، همون پسر جوانه است. او رو قبلا در دو قسمت از مردان ایکس و سقوط سیاره میمون ها هم دیدیم، اما خب 94مین جشن آکادمی آوارز براش با اون شادی که دوست داشت به پایان نرسید. جاناتان سیمونز نفر بعدیه، برنده اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در اسکار 2015 برای ایفای نقش در فیلم ویپلش. 1 2 3 4. به این ترتیب او برای دومین بار نامزد دریافت این جایزه بود، اونم برای فیلم ریکاردو باش در کنار خاویر باردن و البته نیکول کیدمن. سیمونز رو در فیلم های مرد عنکبوتی هم به خوبی به یاد دارید، اون سردبیر همیشه عصبانی که تو همه فیلم ها بود حتی اگر اسپایدرمنش عوض می شد. فیلم ریکاردو باش از اون درام زندگی نامه های تحسین شده است که البته به جای اکران در سینماها سر از استریم آنلاین در آورد و 3 کاندیدای اسکار البته برای بازیگراش داشت. فیلمی درباره رابطه عاشقانه بین ستاره های تئاتری در سال 1956، نمایشی به نام من عاشق لوسی هستم. البته نه کیدمن و نه باردم و نه سیمونز دستشون به مجسمه طلایی نرسید. هنوز قدرت سگ رو ندیدین؟ با دیدن این لیست حتما مجاب بشین که سری به این فیلم بزنین. جسی پلمنز، The Power of the Dog. اگه وسترن بازم نیستین همچین ازش هراس نداشته باشین، همچین توش از هفته کشی خبری نیست. این کابویا اون کابویای غرب وحشی و قرن 19 نیستن. شاهدش هم همین نقش لطیف جس پلمنز در نقش جورج، برادر بزرگتر خانواده بوربانگ، یه مزرعه دار لطیف که عاشق زن بیوهی شده که تو همسایگیشون یه رستوران رو مدیریت میکنه. خانم روز با بازی کریستیان دانست که او هم کاندیدای اسکار بود. جورج با خوشونت برادرش فیل که هنوز دلبستگی هایی به خوی وحشیگری و کاوی بازی داره خیلی مخالفه. البته این همه لطافت جورج تو قدرت سگ هم نتونست پلمنز رو به اسکار برسونه و از تنها کاندیداتوری اسکارش در این سالهای بازیگری چیزی بیشتر از حضور در این لیست نصیبش نشد. یکی از شگفتی های اسکار نامزدی کیرن هینز برای فیلم بلفاست بود. کیرن هینز، بلفاست، بازیگر ایرلندی تبار که در نقش پا پدر خانواده به بلفاست برمیگرده، سعی میکنه توی اون قوقا خانواده رو سامان بده و راهی برای مدیریت اوضاع پیدا کنه.
در مقابل خاصه یاغی ها برای پیوستن به اونها مقاومت میکنه و در نهایت با تصمیمی رو به جلو خانواده را از مخمصه رهایی میده. این تنها کاندیداتوری کیرن هنز در اسکار برای او همینجا به پایان رسید و دست او هم از جایزه کوتاه موند. اما شگفتی ساز اصلی اون شب کاتسور بود. اولین بازیگر ناشنوای مردی که موفق شده به جایزه اسکار برسه برای نقش آفرینی خیره کننده در فیلم کدا، فیلمی که در هر سه عنوان نامزدی اسکارش موفق شد رقبا را پس بزنه. نقش آفرینی ستودنی کاتسور در نقش پدر ناشنوای خانواده لحظات شگفت انگیزی رو با خودش به ارمغان آورده که حتما از تماشاش کیف میکنید. به قول قدیمی ها جایزه حلالت باشه آقای کاتسور. This is the first Oscar and nomination for Troy Kotsur. He is the second deaf actor to win. This is amazing to be here on this journey. I love you. Thank you. بریم سراغ یه جایزه خیلی داغ که کریس راک دوست داشت به جای اینکه بدن دست برندش بکوبن تو سرش. Here are the nominees for performance by an actor in a leading role. ته لیست نامزده جایزه یه اسم خیلی آشناست، دنزل واشنگتن. دنزل واشنگتن، The Tragedy of Macbeth. جوئل کوهن وقتی رفت سراغ نمایشنامه مکبث تا یه اقتباس جدید از این اثر شکسپیر روانه سینما کنه، همه گفتن یعنی قراره چه تغییر شگفت انگیزی در داستان بده. اما خب وقتی قرار شد نقش مکبث رو یه بازیگر رنگین پوست بازی کنه، دیگه همه گفتن آها پس اینطور. فیلم خیلی به نمایشنامه وفاداره، حتی در طراحی صحنه و نور این دقت به چشم میخوره و کل کار خیلی چشم نواز از آب در اومده. و بعد گفت دنزل واشنگتن یه مکبث خیلی عالی رو روی صحنه آورده، اما خب میدونین که میگن نمایش مکبث یه نمایش نفرین شده است و طبیعیه که دنزل واشنگتن هم به همون نفرین دچار شد و نتونست سومین اسکارش رو به خونه ببره. اندرو گارفیلد هم در لیست نامزدهای اسکار بود، اما نه برای چشم‌های تامی فی، برای تیک تاک بوم بوم. اندرو گارفیلد، تیک تیک بوم. یه زندگی نامه موزیکال درباره جاناتان لارسون که قطعه راک رو به همین نام اجرا میکنه، اونم به صورت ناگهانی و با الهام از صدایی که تو سرش بوده. این آغاز ماجرای لارسونه. اندرو گارفیلد که به امیزینگ اسپایدرمن هم میشناسیمش، در سال 2017 برای فیلم بیوگرافی جنگی هکساریج هم نامزد دریافت اسکار بود که اون سال هم رقابت رو به کیسی افلک سر منچستر بای دی سی باخت. Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog. باز برمیگردیم به قدرت سگ، فیلمی با 4 نامزدی اسکار در بخش بازیگری که مهمترینش همین نقش اول مرد بود برای بندیکت کامبربچ در نقش فیل، کهنه سربازی که دوست داشت کابایی بمونه ولی خب از یه صحنه نجات در جنگ به نوعی تمایلات جنسی جدید در خودش هم پی برده بود، چیزی که او رو در مقابل پسر روز آسیب پذیر میکرد. در این فیلم هم شاهد یکی دیگه از نقش آفرینی های تحسین برانگیزه این بازیگر بریتانیایی بودیم که از اژدها تا دکتر استرنج هر رولی رو بهش میدن نتیجه فوق العاده است و شاید همین خوب بودن همیشگیش هم داره معمولیش میکنه. چند تا نقش بد بازی کن آقای کامبربچ که قدرتو بیشتر بدونن، شاید اینجوری اولین اسکارت رو هم دست بکنی. Javier Bardem, Being the Ricardos. Grandpa Fred was wrong for the crime of being the mayor of a city. I was chased to this country, Lucy.
از دیگر فیلم هایی که نامزدهای زیادی در بین بازیگران سال 2022 داشتش همین فیلم ریکاردو باشه، با سه کاندیدا که اتفاقا شانس زیادی برای خاویر باردم قائل می شدن که شاید بتونه با این فیلم به دومین اسکارش برسه، بازیگری که 4 بار نامزد دریافت این جایزه بوده. اما خب او هم دست آخر نتونست برنده این جایزه باشه و 27 مارچ 2022 موقع خروج از داربی تئاتر هالیوود دستاش تو جیبش بود. خب عصبانی ترین مرد شب، تنها ترین مرد شب بود که با یه اسکار زیر بغلش نمیدونست چی کار بکنه و کجا بره. موقع گرفتن جایزه گریه کرد و سعی کرد از دل حضار در بیاره، اما خب آقای ویل اسمیت بعضی وقتا زود دیر میشه، باور کن. It was a G.I. Jane joke. بازی در فیلم کینگ ریچارد اگرچه پس از 3 بار نامزدی اسکار او رو به این جایزه رسوند، ولی براش پایان خوشی به همراه نداشت. چند تا پروژه بعدیش رو هم کمپانی‌های فیلمسازی لغو کردن و نزدیک بود سرنوشت بازیگریش برای همیشه به تباهی کشته بشه تا بفهمه این غیرتی بازی‌ها و لات بازی‌ها مال روی سن مراسم سالانه آکادمی آواردز نیست و اون بزن بهادری که تو فیلم ها نقشش رو خوب بازی میکنه تو دنیای واقعی بین مردم طرد میشه. صحنه سیلی زنه ویل اسمیت تو گوش کریس راک میلیون ها بار در شبکه های اجتماعی مختلف دست به دست شد و انقدر حاشیه پررنگی بود که دیگه کسی درباره لباس بازیگرا و بقیه جوایز حرف نمیزد. حتی یه سری از توریسیان های توته هم بیکار ننشستن و شروع کردن به حرف زدن درباره اینکه این کار خودشون بوده و اینا. اینطور هم به نظر میاد که اگر بعدش ویل اسمیت اون همه عذرخواهی نمیکرد، شاید حالا از لبه پرتگاه واقعا صعود کرده بود و کسی هم دیگه نبود دستش رو بگیره. Chris, I apologize to you. My behavior was unacceptable. I'm being called on in my life to love people and to protect people, to be a river to my people. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. Thank you. Hoping Academy invites me back. Thank you. خب اینم دو تا لیست مهم دیگه از نامزدهای اسکار 2022. امیدوارم یادآوری خوبی باشه براتون و بقیه برنامه‌های پلی لیست اسکاری‌ها رو از دست ندین.